חזקים וברוכים. ברוך השם. صبح از خواب بلند نشده، یک صبح دیگه، یک روز دیگه از خداوند قرض گرفتیم. ببینیم چجوری میخوایم این قرضمون رو پس بدیم. خداوند هر شب میاد یه تخفیفی به ما میده و هر صبح به ما میگه ببینم امروز چیکار میکنیم. حضرت بی نشمتی که از خداوند تشکر میکنیم برای این برگشت نشمامون، نه فقط برگشت معمولی، شسته رفته پاک تمیز نشما شناتت بی تهورا. و همین دلیل روحیه هر شخصی هر صبح بالاخره یک سرحالی بیشتری داره، رفع خستگی داره، چون این خواب در واقع یک کارواشیه برای نشمای ما که نشمای پاکتری رو قبول میکنیم. به همین دلیل خبر خوب در انسان یک ریلیف، یک آرامشی میده. چرا؟ چون اون شادی در انسان پاکی پدید میاره و غم و اندوه ناپاکی. به همین دلیل ایبدو تشم به سیمها که خداوند بیش از هر چیز دیگه ای از سیمها، از خوشحالی ما در عبادت اون ما رو پذیراست تا غم و اندوه. و بول فرنب برنانا، این که با ترنم بیایم در حضورش، چون این یک نوع علامت رضایتمندی ما از خداست. موقعی که ما شادیم در واقع یک شکرگزاری، موقعی که غمگینیم در واقع یک نوع شکایت، چون بر طبق عقیده ما این جور در نمیاد، موافق نیستیم با تصمیم خداوند، به هم دلیل ناراحتیم. اما اگر بر طبق سلیقه و میلمون باشه که موافق باشیم و شاد باشیم، یک نوع اپرووال، یک نوع تصویبیه برای آفرینش دنیا و مشیت الهی. پس هر چقدر بیشتر ما با خداوند موافق باشیم، شادیمون رو بیشتر در این دنیا حفظ میکنیم. و هر چقدر شادیمون رو بیشتر به خداوند نشون بدیم، شادی و توافق و اپرووال خداوند رو به خودمون جلب میکنیم. پس چه بهتر نخواهیم خودمون رو رئیس این دنیا حس بکنیم که باید عقیده خود ما شرط باشه و بر طبق سلیقه ما همه چی پیش بره. قبول بکنیم خدا بهتر از ما میفهمه، با این که ما نمیفهمیم، ولی هنوز یک حکمتی پشت پرده داره پیش میره. معمولا موقعی که شما یک هدیه پولی رو میخواید به کسی بدید، هر چقدر مقدارش بالاتر باشه طریقه دادنش فرق داره. مثلا شما میخواید یه 5 دلاری بدین دست بچه‌تون، میذارین کف دستش. میخواید یک 100 دلاری بهش بدید، میذارین تو جیبش. 1000 دلار میخواید بهش بدید، میذارین توی پاکت رو بهش میدید. 10000 دلار میخواید بهش بدید، میگذارید تو یک کیسه ای، جعبه ای، چیزی ردگم کنی که کسی نفهمه بهش میدید. هر چقدر مقدار ارزشش بالاتر باشه، ما سعی میکنیم ظاهرشو به ظاهر ساده تر نشون بدیم، ردگم کنی. پس اگر بعضی موقع ما تو یک جعبه چرکین و کثیف و گلالود و یا تیکه پاره قدیمی گرد و خاکی میایم یک چیزی رو به کسی میدیم، دیگه کاملا داریم اون ارزش نهان و درون رو مخفی میکنیم که کسی بو نبره که داریم درش یک الماسی رو به کسی هدیه میدیم یا داریم انتقال میدیم.
نمیخوایم دولت یا افراد بفهمن، یک خیلی چمدون ساده ای رو میگیریم جل کنه، اون موقع درش چیزی مخفی میکنیم و میدیم. چرا؟ چون میخوایم ردگم کنی، دست افراد یا نظر افراد بهش جلب نشه. همینطور هم خداوند، خداوندم نمیاد تو یک جعبه یا باکس و یا پاکت تمیز و زرق و برقدار بخواد یه الماسی رو به کسی بده. خب معلومه همه میفهمن که تو این یه الماسه. میاد به ظاهر یه پاکت قدیمی گرد و خاکی کهنه رو یا جلکانه ای رو توش یه الماس میپیچه میده دست ما. کسی که بدون بیدلیل خداوند کاری رو نمیکنه میگه واو، اگر ظاهرش انقدر جلکانه است ببین توش دیگه چقدر گرون و ارزشمنده. اما کسی که ظاهر بینه میگه این بعد از این همه زحمت و میسوا و اینها یه جلکانه به من داده، میندازه جلکانه رو دور، نگو الماس توشم رو داره میندازه دور. پس موقعیت هایی که سر راه انسان قرار میگیره که برای انسان قابل هضم نیست، بر طبق میل و رضایت ما نیست، در واقع گنج درشه، ولی خداوند داره یک جوری میده این گنج رو به ما که دست سیترا احرا، دست ساتان، دست کلیپوت، حیثانیم، انرژی های منفی بهش نرسه. هرچقدر ظاهرش بهتر باشه، اتفاقا این کلک تمام کمپانی هاست، ظاهر رو دلربا میکنن در حالی که محتوا خیلی ضعیف و ناتوانه. فقط میخوان پول رو از طرف بگیرن، ظاهر رو به طرف بفروشن نه باطن رو. ولی خداوند برعکس میگه همین باطن غنی رو من با یک ظاهر ساده میارم پیشت که برات فقط باطن، کنه مطلب، حکمت موضوع، اسرار پشت پرده برات مطرح باشه نه ظاهر. پس هر موقع دیدی من یه چیزی ظاهرش سر و روش داره خوشمون میاد، مواظب باشیم پامون رو پوست موزه. الانه که به لغزش بیایم و شاید تصمیم اشتباهی بگیریم. ببینیم اتفاقا از چیزی که ظاهرش برامون قابل قبول نیست، ببینیم چه گنجی پشتشه، چه پتانسیالی، چه ظرفیتی، چه قدرت نهفته‌ای درشه که میتونیم ازش استفاده بکنیم. اتفاقا ما دنبال آنتیک و زیرخاکی بگردیم، چیزی که به نظر ارزشش کثیف و گرد خاکیه به ظاهر، اما یک ظرف آنتیک چند میلیون دلاریه. بارها بوده که افراد رفتن توی خونه یا مغازه، دیگران دیدن اه یک گلیم کهنه اون گوشه افتاده، طرف همینجوری میخواد حتی به نزدش دور، خیلی جا گرفته، بهش میگه این چیه؟ ته زیر زمین افتاده بوده گرد و خاک، دیگه حوصله‌شو ندارم میخوام بندازمش دور. نه دیگه، آره راست میگی، اگه میخوام من برات میذارم بیرون. آه خیلی ممنون، تشکر، این گلیم 100 میلیون دلاری رو از دوره هخامنشی، چون خودش سرش نمیشد فکر میکرد این گلیم کهنه است، از خونه این طرف با چه منتی هم که خواهش میکنم فلان بیسا قابل شما رو نداره میاره بیرون. عمری هم این طرف بهش همیشه ممنون و متشکر بود، اون روز شما چه کمکی کردی یا این گلیم کهنه و گرد خاکی از خونه ما بردی، یا خودم دستنا نمیدونستم، تشکر، شما یه فرشته هستید. آره صد البته تو هم یه فرشته هستی، 100 میلیون دلار تو جیب من کردی با این گلیم کهنه.
میره با اون گلیم رو میذاره توی موزای اروپا، هنوز که هنوزه داره بابتش کرایه داده، تازه نفروخته، بابتش داره از موزای اروپا پول میگیره. این که یه تشخیص درست نگفت این گرد و خاکی و گلیه کهنه است به چه درد میخوره، فهمید که این یکی از فرش‌های گلیمای تاریخیه. اما خب همه که این قدرت رو ندارن، ولی خداوند این قدرت رو به ما داده. صدیق به اموناتو یحیه، شخص صدیق با اموناش زنده است، نه فقط با تنفسش. امونا یعنی چیزی که ما نمیفهمیم، بیتحون یعنی چیزی که میفهمیم، امونا یعنی ایمان چشبسته، بیتحون یعنی توکل چشمباز. چیزی که ما میفهمیم و دنبال میکنیم این توکلیه که به طرف داریم. اما امونا چیزی که خلاف عقل ما میگه، لاجیک منطق درش نیست، با ایمان چشم بسته میریم. صدیق به مناطقی خیه، مانند یعقوب آبینو تو پارشه این هفته، خداوندا عمری من تفیلا خوندم برای 22 سال که فرزندم ما برگردونی، حالا داریم خودمم رو میبری مصر؟ تمام اهل بیتم 70 نفر خانوادم رو داری میبری گالوت؟ پس تفیلا هم چی شد؟ یعقوب آوینو برای یک لحظه هم سوالو نکرد، گفت اگر خدا بخواد حتما سر حکمتی درشه، من فقط پلان و نقشه خداوند دنبال میکنم. پس بیاید ببینیم به عزت هشم با برشید کلاسمون امروز چه سر دیگه ای میتونیم از اسرار حکمت و خلقت خداوند در سناریو آفرینش برشید باره لکیم تا شامان و تهارس میتونیم کسب بکنیم، که بگیم راست شو بخواید انگار هر روز زندگی من برشیده، شروع جدیدیه. پس من عمرم از چند سال پیش شروع نشده، عمر من زندگی من از امروز صبح شروع شده که چشم به جهان گشودم، نشامم و مجدم باز گرفتم و تمام این سناریو آفرینش اوسه مسه برشید که خداوند داره آفرینش رو در هر روز تکرار میکنه، امروز داره تو زندگی من رخ میده. مگر روز اول آفرینش وحی اور مگه نبود؟ نور مگه نیومد تو دنیا؟ صبحم که من چشمو بلند کردم خورشید طلوع کرد، اینم نور. مگر قبل از این که طلوع بکنه نور بیاد توهو و وهو نبود؟ قبل از اینم که من بیدار بشم توهو و وهو بود، در هم و بر هم. پس هر ساعت روز ما ربط داره به یک روز آفرینش، آفرینش داره همچنان تکرار میشه و موقعی هم که به عزت هشم در هفته رو نگاه بکنیم، همونطور که در هر هفته ما شبات داریم، خود این گواهیه که هفته آفرینش، هفته برشید داره تکرار میشه. و خلو هشمان و آرس هر جمعه دنیا به تکامل خودش میرسه بر طبق نقشه خداوند، مجددن هر یک شنبه از نو شروع میشه و هی ار و هی بوکر یوم حد. پس هر روز هفته من یک روز آفرینشه که مجددن خلقت خداوند خودم با چشمان خودم شاهدم، فقط لازم نیست که توی تورا بخونم.
خودم شاهدم، این فیلم رو خودم دارم بازی میکنم با اینکه داستانش از قبل میدونم. پس هر چقدر ما داریم به روز جمعه نزدیکتر میشیم، داریم به خلقت آدام آریشون نزدیک میشیم. خلقت ما تازه داره اون موقع رخ میده، اون موقع است که خداوند مهر نهایت کاملیت مهر خودش رو در اون روز قرار میده. و یر الهیم، موقعی که خداوند میگه تو معد، بسیار خوب است. بقیه روزها میگو و یر الهیم، خداوند دید که چه روزی داشته، تو چقدر خوبه. ولی در روز جمعه میگه تو معد، چون انسان دیگه به دنیا آمد، هدف آفرینش به نتیجه رسید. دورترهای گفتیم این هفته از طرف خانواده مردخای بن اولین سپانسر شده، سکلمیس فوت برای سرطان بیماران، و ایشون که به خوبی به سرود تا ووت رو هرچه زودتر از خودشون خانواده به خوبی بشنویم و با خبرهای خوب ایمانمون تقویت بشه، نه فقط هیجانمون، ایمانمون تقویت بشه که خداوندی هست، تفیلای ما شنیده میشه و چه بسا مسیح یشوع نجات ما را داره مانند یک گیاه آبیاری میکنه و رشد میده و بذرتش هم میوه و ثمره و نتیجهش هم به خوبی آیدمون خواهد شد. خوندیم ما و یسمع هشم الهیم منها آدما کل اس نحمد لمرعه و توب لمعخال و اس حاییم به تو خگان و اس دار تو بارا، و پرورش داد رویانید خداوند خالق ما از زمین تمام گیاهان، ات درختان نحمد لمرعه، خوشمنظره رو، ظاهر پسند رو، و توبل معخال و خوشخوراک رو، خوراک درونه، مرعه بیرونه، ظاهر بیرونه، یعنی این هر دو جنبه درش هست. خلقت خداوند هم ظاهرش زیباست هم باطنش. و ات حاین به تو خگان، و درخت زندگی در گن ایدن در باغ، و ات حدعت تو بارا، و درخت دانش خوب و بد رو خداوند در باغ قرار داد. پس یعنی ما به همون مقدار که دو بود حاین، ات حاین و ات حدعت، دو بود روحانی داریم توی گن ایدن، همینطور هم دو بود مادی داریم، ات نحوال لمرعه و توب لمعخال، که زل اومد زبرام، که خداوند همیشه ایکوال اکسس، همیشه تناسب و تعادل رو تو زندگی تو دنیا برقرار میکنه. هر کی بامش بیش برمش بیشتر. همونطور که یتزرهارای شخص قویه، یتزر حتوبش هم قویه. خداوند شخصی رو بی وسیله به کار وانه میداره، میگه این کار اینم وسیلش. همیشه تعادل و بلنس برقراره. و شما امکان داره بگید امروزه گناهانی که ما در دنیا میبینیم هیچ موقع این چیزی نبوده، راست شو بخواید بوده، حتی دوره یوسف مثل اون موقع، فقط همش تکرار تاریخه. هر چقدر افراد یا دوره مقدستر باشن، گناهان اون دورم بالاتره. پس یعنی این چیزی که شما دارید میبینید، این گناهان امروزی مدرن
قشنگ بسته بندی شده با یه دکمه. اینها در برابر گناهانی که در دوره یوسف و ابراهام و اسحاق و آدمارشون بود هیچه. چرا؟ چون انقدر اونا مقدس بودن، پس خوب بود گناهانشون هم تو همون درجه باشه، انقدر گناهان منفور باشه. چون دوره ها از نظر قدوسیت هی داره میاد پایین، درجه سطح گناهان هم هی داره میاد پایین. پس هم ما نظر قدوسیت به درجات به دورهای قبلی نیستیم و هم نظر شدت گناهان عمق گناه به درجه دورهای قبلی نیستیم. ولی همیشه خداوند تعادل رو برقرار میکنه، میگه تو اتدعت و ات خیم رو بهت میدم، همینطورم ات نحمد لمرعه و توب لمعخال هم بهت میدم. به همون مقدار که شخص درجهش از نظر روحانیت بالاتر میره، به همون مقدارم امکان لغزشش و گناهش بیشتر میشه. کسی که از کوه میره بالا، اگر از دامنه کوه بیفته یه زخمی چیزی خسارتی وارد میشه، اما کسی که هر چقدر میره در از کوه بالاتر بیفته، از ارتفاع بالاتر دیگه دستش میشکنه یا هر چیزی دیگه، اگه از قله بیفته دیگه مغزش از سرش میاد بیرون. یعنی به همون مقدار که ما درجه مسوتمون میره بالا، به همون مقدارم درجه گناهانمون میره بالا. اینکه بعض موقع ما میشنویم فلانی که انقدر تراخون بود، فلانی که انقدر صدیق بود، فلانی که انقدر چجوری همچین کاری رو کرد، اتفاقا کل گادول می خبرو یسرو یوتر گادول می منو. کسی که از دوستش درجه روحانیت و قدوسیتش بالاتره، همینطور هم درجه یسرهاراش از دیگری بالاتره. پس فکر نکنیم فلانی ربای بزرگی صدیق مقبال، پس این دیگه روز و شبش هیچ گناهی اطرافش نیست. اتفاقا هر چقدر از انسان درجه انسان از در قدوسیت بالاتر باشه، احتمال و لغزش گناهش هم بیشتره. پس تا مادامی که بچه ها در سن زیر بر میسوا یا بت میسوا هستن، حرف شنو سر به زیر. ولی به معنی این که بر میسوا میشن و یوق میسوت برشون میاد، دیگه درجهشون در قدوسیت بالا میره، یک باره یتسرها را بهشون شبیخون میزنه. مبادا که مشتری چندین سالش از دست بده. اون موقع است که دوران تینیجری یک بار میریم بچه ها طغیان میکنن. پس به عزت هشم بیایم تا هنوز درجات قدوسیتمون سر جاشه به لغزش نیامدیم، بیش از پیش هوشیاریمون رو بالا ببریم، بیداریمون رو، هیت اورروتمون رو، زهیروتمون رو، پرهیزکاریمون رو، که اینها رو از دست ندیم. دستمون رو سفت به صخره بگیریم، به صخره های تورا و میسوت بریم بالاتر. حواسمون باشه پامون رو کجا میگذاریم، با چه افرادی رو صحبت یا رفت آمد داریم، که مبادا این ارتفاع و این درجهی که رسیدیم ما خاص به شالام با لغزشی از دست بده. هشم کمک کنه که به خوبی بتونیم تمام اینها رو رعایت بکنیم. باروخ هشم لعولم. آمین و آمین. ببخشید ربای، وقتی که میگین صبح نشام و پاک برمیگرده، ولی یه موقعی آدم وقتی از خواب بلند میشه حالش خوب نیست، یه احساس خوبی نداره، وقت یعنی نشام و کاملا پاک نشده؟ نه، موضوع اون حالته